حامیان این برنامه energydream.com یار قدیم افغانستان. سلام و وقتتان بخیر خانم ها و آقایان. امیدوار هستم که در این فصل هم به مثل فصل های گذشته ما را تا پایان همراهی کنید و امیدوار هستم که شما جز هواداران اصلی این برنامه باشید. قرار است در این فصل کاکتوس هم ما به مثل برنامه های گذشته ورود کنیم به زندگی شخصی و اسرار نگفته چهره های مطرح سیاسی افغانستان را، البته با توافق خودشان، فاش کنیم و بدون شک این موضوعات برای شما جذاب است تا بدانی چهره های مطرح سیاسی کشور در پشت کامره های تلویزیونی چگونه زندگی می کنند. خانم ها و آقایان، مهمان امشب برنامه کاکتوس جناب وزیر مالیه افغانستان آقای عبدالهادی ارغندیوال هستند. وزیر صاحب، با کاکتوس خیلی خوش آمدید. شکر. من سوال اول را شروع نمی کنم، جز سوالات نیستم، اما می خواهیم بپرسم که میگن شما پیصدارترین وزیر کابینه حکومت هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از جناب شما لشکری صاحب و تلویزیون یک سال سپاسگزاری میکنم. خوش بید. و اجازه بتین در نخستین بخش از این مصاحبه به روح پاک همه شهدای افغانستان دعا کنیم که خداوند جایگاه اونا را بهشت برین بگردانه انشاءالله. و برای خانواده و فامیلشان مثال تسلیت میکنیم انشاءالله. شما پیصدارترین وزیر کابینه هستید یا نیستید؟ اما طوری که همه میفهمیم، بیت المال افغانستان در حقیقت وزارت مالی افغانستان است. بله، کاملا. اگر به این منوال دیده شوه، بله، وزارت مالیه وزارت است که پول و بیت المال مملکت در اختیارشان میباشه. ولی اگر به حساب شخصی بگویی باز نیوتر نیست. به حساب شخصی تانم میرسیم وزیر صاحب، یعنی به حساب کردن دارایی های شخصی تان. چند سال هستید وزیر صاحب؟ 68. 68 تقریبا همسن آقای رئیس جمهور هستید فکر میکنم. او یک چند سال از ما کده بزرگتر. بزرگتر هستن. من مصاحبه با خانم اول کشور رولا غنی داشتم، اونا گفتن که خانم رولا غنی تقریبا 70 ساله هستن. از من ناراحت نشن، اکسنشان رو کمی زیاد گفتم. گفتن آقای رئیس جمهور از اونا کده کوچکتر هستن، یکی دو سال فکر میکنم. دقیقاً سن تقاعد در افغانستان چند است؟ 65. 65. شما 3 سال از تقاعد گذشتید دیگه. بسیار خوب. در کجا به دنیا آمدید؟ ما در کابل به دنیا آمدیم. در کابل هم نه، که در بغلان پدرم در اونجا کار میکرد و در اونجا به دنیا آمدیم و خود ما از یک قریه کوچک ولسوالی پغمان به نام ارغندی از اونجا هستیم. ارغندیوال برگرفته از یک محل جغرافیایی است به نام ارغندی که در ولایت کابل هست. بله، ولسوالی پغمان. ولسوالی پغمان تقریبا مرز بین کابل و پغمان گفته میشه دیگه جناب. بله. ارغندیوال، بسیار خوب. مکتب خوندید دیگه انشاءالله حتما. میخواییم در مورد چیز صحبت کنیم، در مورد تحصیلاتتان صحبت. بله، مکتب ابتدایه را در مکتب شه جمال الدین خواندیم. بسیار. بعدش برای لیسه در مکتب دلیسه غازی رفتیم. بعدش هم در پوانتون کابل پانزه اقتصاد فارغ شدیم. پس شما تمام دوران تحصیل و یا بهتر از بگویم که دوران کودکی، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی را در کابل پشت سر گذاشتید؟ تا یک زمان را. ما بعد از یکی از فاکولته فارغ شدیم، باز در وزارت پلان افغانستان وظیفه گرفتیم. از او بعد باز ما با آمدن کودتای کمونیستی ما مهاجر شدیم، باز به پاکستان رفتم و از اونجا هم چند وقتی که در پاکستان با مجاهدین بودم باز رفتم امریکا. در امریکا هم در دو بخش، ما اصلا برای ادامه تحصیل رفتم که ماستریم بگیرم، ولی متاسفانه کدام رشته جناب؟ اقتصاد. اقتصاد. ولی متاسفانه حالت بنوی شد که در افغانستان روس‌ها تجاوز کردن، ما دیگه درس در اون مقطع از زمان ترجیح نمیدادیم که دیگه ادامه بتیم.
ولی در این زمان ما دو دیپلم، یکی در کامپیوتر پروگرامینگ گرفتم و یکی هم در آفیس منیجمنت. بسیار عالی. چیزی که برای من جالب هست و نقطه مشترک رهبران حالا و گذشته، من نمیدونم حالا یا گذشتهش درست است گفتنش یا نه، از حزب اسلامی هست، این است که هم آقای حکمتیار در مصاحبه در کاکتوس گفتن که آشنایی خوبی با کامپیوتر دارن، نرم افزار، سخت افزار، باز میکنن، بسته میکنن، جور میکنن، خراب میکنن، و هم شما دیپلم کامپیوتر دارید دیگه، درست است؟ ما تنها جور میکنم، خراب میکنم. نه ای نقل قول شاید درست نباشه، آقای حکمتیار هم یادم نیست که خراب میکنم یا جور میکنم، اما طبیعتاً در هر جور کردنی بعضی اوقات اگه اشتباه باشه خراب میشه. من به این خاطر در مورد مکتب و تحصیلاتتان پرسیدم جناب ارغندیوال، که دیری روزا آوازهایی به گوش ما رسیده که یک تعداد از نامزد وزیرا با سندهای جعلی میخوان برن هوای وزارت به سرشان زده و وزارت برن. چی به این موضوع نمیپردازیم به دلیلی که خودشان تشریف ندارن، فقط میخوایم بدونم که مدرک پانتون کابل خواهم تو محکم است ان شاء الله، هیچ کدام حرف و حدیثی در وجود نداره. بسیار خوب، ازدواج کردید جناب وزیر صاحب؟ چند سال از این پیوند میگذره؟ 30 سال. 30 سال. چند فرزند؟ 2 تا دختر دارم. در افغانستان زندگی میکنن خانواده؟ بله. بسیار خوب، در کدام رشته تحصیل میکنن؟ وارد سیاست شدن؟ علاقمند هست؟ دختر کلانم در روانشناسی تحصیل میکرد پیش از ازدواج، باز در امو پانتون روانشناسی کابل اول نمره بود و استاد شد و بعد از اینکه ازدواج کردن دیگه درس پانتون ایلا دادن و دختر دومیم هم در کابل در پانتون امریکایی لسانس خود گرفتن. شما یک تفاوت خیلی جدی با دیگر وزیران حداقل همین چند سال اخیر افغانستان، وزیران مالیه چند سال اخیر افغانستان داری جناب ارغندیوال. یکی این که پانتون کابل خواندید، خب این یکی از تغییرات بزرگتان است. یکی این که در خود افغانستان زندگی می‌کردید و وزیر مالیه شدید، از امریکا نیامدید، و تغییر عمده دیگرتان این است که خانواده تان همراه خودتان در کابل زندگی می‌کنه. این تغییرات خیلی بزرگ است، نگران نیستید؟ افغانستان سرزمین ماست، ما می‌خواهیم در امی خاک، برای امی خاک خدمت کنیم و در امی خاک بمیریم. کار کردن با جناب آقای رئیس جمهور که خودشان هم زمانی وزیر مالیه بودن چگونه است؟ سخت‌تر است؟ به دلیلی که من شنیدم که آقای رئیس جمهور انسان بسیار زیاد سخت کوش و سخت گیری هستند، از موضوعات کاری به آسانی نمیگذرن، مطالعه دقیق دارن در بحث‌های متفاوت. این که در بحث‌هایی که خودشان فعالیت نداشتن در گذشته به این اندازه وارد هستن، من میگم در بحث وزارت مالیه که حتما شما را بسیار زیاد اردقت بعذاب می‌سازن. نه، با ما بسیار روابط خوب دارن، در این شک نیست که رئیس جمهور یک حافظه بسیار خوب هم داره و مطالعات خوب هم داره، مطالعه هم میکنه و هیچ راپور هم بدون مطالعه از پیشش نمیگذره، ولی روی هم رفته، روابط ما روابط حسن است. بسیار عالی. تفاوت دیگری هم که وجود داره میان کابینه گذشته آقای رئیس جمهور و کابینه حالا این است که چهره های مطرح سیاسی قدیم افغانستان رو بیشتر در کابینه مشاهده میکنه، حالا یا خود اشخاص یا اینکه افرادی منتسب به او افراد در کابینه حضور دارن. به هر حال از این موضوع میگذریم. جناب ارغندیوال، حضور شما در وزارت مالیه افغانستان برای خودتان کمی دور از انتظار نبود؟ کمی به دلیل همان پیشینه ای که معمولا وزیران مالی افغانستان از آن سوی آب آمدن در این 20 سال اخیر؟ و اتفاقا ما زمانی که مجاهدین کامیاب شدن و آمدن در کابل، در او زمان هم وزیر مالیه بودم چند بله، وقت بله، تا زمانی بله. که باز طالبا شما در حکومت آقای استاد شهید ربانی. استاد ربانی که معروف بود به حکومت مجاهدین هم وزیر مالی افغانستان بله، بودید. دقیقا سوال بعدی من همی بود که این وزارت مالیه با آن وزارت مالیه چه تفاوتهایی داره، که اولی سوال قبلی را پاسخ بدید که دور از انتظار نبود برای تو؟ من اصلا خودم زیاد آمادگی نداشتم، ولی جناب رئیس جمهور وقتی از من خواستن و تقاضا کردن که من را بپذیرم، ما با اعضای حزب ما، با دوستا و با اینا مشوره کردیم، بالاخره مشوره همه همی بود که قبول کنیم و ما ای را پذیرفتیم.
در امی مقطع زمان احساس می کردم که ضرورت به این است که ما یک تغییر جدید در کابینه افغانستان داشته باشیم که بیشتر ارتباط مردمی داشته باشه، با مردم افغانستان هم در ارتباط باشه، صرف نظر از این که کسی دیپلمایی از خارج داشته باشه، یک کار مردمی را هم ما ضرورت داریم. خب یک بک‌گراند نیمچه بیرونی داخلی هم داره حضور چهره‌های مطرح سیاسی کشور در این دور از کابینه افغانستان که به هر حال با اون نمیپردازیم خیلی، چون به دلیل سندیت نداره. جناب وزیر صاحب، شما یک دوره وزیر مالیه نبودید، دو دوره هم وزیر مالیه نبودید، شما سه دوره فکر میکنم وزیر مالیه بودید. دوره قبلیتان، دوره اولتان فکر میکنم عهده‌دار وزارت مالیه حزب اسلامی بودین، یعنی تمام پول و پیسه و دارایی حزب اسلامی پیش شما بوده که، درست است؟ بله. از اون زمان تجربه وزارت مالیه آمده. جناب ارغندیوال، سوال بسیار مهم، این وزارت مالیه با وزارت مالیه دورانی که حکومت مجاهدین بود در افغانستان چه تفاوت هایی کرده از لحاظ درآمد، عواید، مسائل؟ این وزارت مالیه با اون زمان بسیار مشکلات متفاوت است. در اون زمان امکانات مالی دولت بسیار محدود بود، کمک های خارجی و اینا اصلا وجود نداشت، تمام کار دولت بر مبنای امکانات داخلی دولت استوار بود، ولی آل یک بخش عمده بودجه ما از خارج تمویل میشه، کمک های خارجی وجود داره و طبعا در ظرف 20 سال گذشته تحولات زیادی در اجتماع و در عواید و در همه چیز به وجود آمده. او زمان تقریبا ما وقتی که تازه به افغانستان آمدیم یک افغانستان تخریب شده و ویران شده را شاهد بودیم. ما وقتی در جاده‌های کابل میگشتیم از چهره های مردم آثار فقر، ناتوانی و گرسنگی و ویدا بود. ولی آره، یک شهر و ایران، یک شهر و ایران، ولی آره تفاوت زیادی به وجود آمده. اما متاسفانه هنوز هم ناامنی ها و انفجار و انتحار و اینا مردم ما را آزار میده. جناب وزیر صاحب، در لابلای صحبت های شما دو موضوع برای من، دو سوال ایجاد شد. سوال اول این که چند درصد از مصارف کنونی حکومت افغانستان توسط خارجی ها کمک میشه؟ یک سوال. سوال دوم برمیگرده به فعالیت های حزبیتان که او را بعد از پاسختان میبینیم. حدوداً 45 درصد امکانات خارجی استفاده میشه در این بودجه که ما تازه چه کردیم، متبقی 65 درصدش از امکانات داخلی خود افغانستان است. بسیار خوب. این 55 درصد خود 55 درصد خود حکومت افغانستان قادر است تا هزینه‌های خود را به دست بیاره، از عوایدی که از گمرکات و از مالیات و بعض موضوعات داره، و 45 درصد هنوز هم خارجی ها کمک میکنن. رقم این 45 درصد چقدره جناب ارغندیوال؟ من میگم شاید اگر کم باشه خامینجی اگه مد کنیم امیر 45 درصد چم پورا کنیم که 100 درصد چم اگه دوستا موافق باشه. بودجه ما 452 میلیارد است برای بودجه تخمینی که ما برای سال 1400 در نظر گرفتیم و من مطمئن هستم که اگر مدیریت درست در رابطه با عواید افغانستان صورت بگیره، بیشترین بخش از این ما خود ما میتونیم که تامین کنیم. بسیار خوب. و بیشترین مصرف را کدام وزارت داره؟ گیرش کنیم سر جنگ شد یا سر شد یا بیشترین مصارف در این برنامه ما برای بخش آب و مدیریت آب و اعمار بندا و وصل مملکت که در او هم خط آهن منظور ترانسپورت است. خب بسیار خوب. که خط آهن و سرکاس بیشترین بخش همین مصرف داره، مربوط به وزارت
وزارت ترانسپورت و شهرسازی و چند وزارت دیگه. بله چند وزارت در مجموع روی این موضوع کار میکنن. کمترین بودجه را کدام وزارت میگیره جناب ارغندیوال؟ من میگم این رو بدانم که اگر یک وقت جناب رئیس جمهور به ما پیشنهاد وزارت داد امور ندجان وزارت سرحدات کمترین بودجه را داره. جناب رئیس جمهور قبول نمیکنم سرحدات داده. یک چیز دیگر بگه کی است فعلا وزیر سرحدات؟ صمیم صاحب. جناب کی است؟ گل آقا شیرزوی بودن تبدیل شدن. گل آقا شیرزوی خیلی جزایی بوده در وزارت سرحدات. بسیار خب جناب وزیر صاحب، آماده هستید که وارد موضوعات درون حزبیتان شویم اگر موافق باشید؟ سوالاتی داریم که حتما برای شما جذاب است پاسخ گفتنش، برای بیننده هم جذاب است شنیدنش. شما یکی از اعضای کلیدی حزب اسلامی آن زمان آقای گلبدین حکمتیار بودید، درست است؟ بله. وزیر مالیه حکومت مجاهدین هم بودید. گفتید وقتی که در خیابان‌ها می‌گشتیم با یک شهر ویران روبرو می‌شدیم. می‌خوام از شما بپرسم که راکت‌هایی را که آقای حکمتیار به سوی کابل پرتاب می‌کرد، دستور پرتاب را می‌داد، شما هم در او شریک بودید؟ ببینید، یک بخش متاسفانه یک حالت خاصی در افغانستان حاکم شد که بیشتر دستای اجنبی داری چیا غیر مستقیم داخل بودن و جنگای داخلی ما که بدبختانه بدترین جنگا بود ادامه پیدا کرد. ای که کیا راکت میزد و کیا بمبارد میکرد در جنگ نان و علوا تقسیم نمیشه و ما هم در امو زمان در چهاراسیا بودیم. بله، خب به این خاطر من پرسیدم چون در کاکتوز آقای حکمتیار کاملا رد کردن، گفتن که هیچ راکتی از چهاراسیا فایر نمیشده به سوی کابل. باز هم شما یکی از اعضای کلیدی حزب اسلامی بودید. آقای ارغندیوال، چرا بعد از فرو ریختن امارت اسلامی شما هم به مثل آقای حکمتیار برای بیرون راندن خارجی ها نجنگیدید؟ صلاح را بر زمین گذاشتید، آمدید در پروسه صلح شرکت کردید، آمدید جز حکومت شدید و آمدید خودتان را جدا کردید از او کاروانی که آقای حکمتیار داشت. تجاربی که ما در کشورهای همسایه در زمان هجرت داشتیم، هم در پاکستان و بالاخره در ایران، این ما را واداشت که پس به ملک خود میایم، در سرزمین خود و به خاطر آبادانی کشور خود کار میکنیم. ما معتقد بودیم به اینکه تا زمانی که ما با کشورهای دیگه سیال نشویم از نگاه امکانات، از نگاه پیشرفت، از نگاه امکانات سیال نشویم، هیچ کشور ما را تحویل خوب نمیگیره. ما وقتی در پاکستان سفر کردیم، مهاجر شده، پاکستانی سر ما صدا میکرد که مهاجر چرتزی یا کابله یا کمی نراغلی. وقتی در ایران سفر کردیم، دیدیم افغانای ما را به نام افغانی آشغال، افغانی پدر سوخته و افغانی پدر سگ خطاب میکردن. به می ترتیب وقتی به سعودی رفتیم، در اونجا به نام اجنبی و عجمی خطاب میشد. با این معتقد شدیم که تا زمانی که در سرزمین خود عزتمند نشویم و ملک خود عزتمند نسازیم، افغان در جای دیگه کسی بدیده عزت نمیبینه. از این خاطر ما معتقد به می بودم که در سرزمین خود میریم و در اینجا کار میکنیم. از ما تقاضا کردن که با ما همکار باشین. گفتم ما همکاری با هیچ کسی کردن نمیتونیم. ما میریم با چی وقت میری؟ گفتم فردا میرم همراه فامیلم. ما مو فردا روز تکت خود گرفته آمدیم. دیگه کجا در کجا شده بود؟ در ایران. آخریش در ایران بود. در آقای حکمتیار هم در ایران تشریف داشتن؟ ای آقای حکمتیار قبل از ما از ایران اخراج شده بود. بسیار. شما هم اخراج شدید یا خودتان به خواست خودتان از؟ نه ما را خو گفتن که وقتی با ما همکاری نمیکنی باید ترک بگویی ایران. خب ایران از شما تقاضای همکاری داشت. در چه زمینه مشخص آقای ارغندیوال؟ ظاهرا اونا هم میگفتن که معلومات ها رو با هم شریک میکنیم. خوی معلومات شریک کردن مفهومش واضح است. اونا دیگه طبیعتا معلومات آقای خامنه ای رو با شما شریک نمیکردن. میخواستن که شما معلومات یک طرفه را شریک کنید. خب شما در حال حاضر در حکومت افغانستان به عنوان یکی از بلند رتبه ترین وزرای کابینه فعالیت دارید که بدون شک هیچ کسی نمیتونه اهمیت وزارت شما را انکار کنه. من میخوام بدانم که حضورتان در حکومت
چقدر باعث تغییر رویکردتان شده جناب ارغندیوال؟ شما زمانی در جای گفته بودید تا که امریکایی از افغانستان خارج نشن جنگ در افغانستان میمانه و تمام نمیشه. میخواییم بدانم شمایی که وزیر حکومت آقای غنی هستید و آقای غنی که 45% عواید کشور او را خارجی ها پرداخت میکنند، چقدر هنوز هم موافق به خروج نیروهای امریکایی است؟ ما به این معتقد هستم، تنها در این وزارت مالیه نه، که قبلا ما در وزارت اقتصاد هم بودم، 5 سال در وزارت اقتصاد بودم. ما با می باور هستم که زمان یک ملت میتونه که با آزادی واقعی برسه که خودشان حاکم به سرنوشت خود باشه و کس دیگه فرمانده و فرمان گذار دهنده نباشه. به این خاطر من هنوزم به این معتقد هستم که ما یک افغانستان آباد که داشته باشیم، باز افغانستان آزاد واقعی را هم میتونیم داشته باشیم. پس هنوزم به فکر شما که ما یک افغانستان آزاد را نداریم؟ آزاد باقی. وقتی که با امکانات ما را دیگرا بتوله و که آزاد باشیم، من نگاه اقتصادی ما با وابستگی های می داشته باشیم، ما به خاطر از اینکه بتونیم یک افغانستان واقعاً که روی پای خود بیسته داشته باشیم، که دیگه ما را کسی تهدید کرده نتانه که اگر مطابق میل ما کار کنین ما هستیم و پول نمیتیم و پول میتیم، در اون صورت باز کسی نمیتانه که برای ما تهدیدها را بکنه. و من معتقد هستم که با امکانات وسیعی که افغانستان داره، خصوصا در بخش معادن خود، یک افغانستان مستقل، آزاد و آباد میتونیم داشته باشیم. پس تا هنوز هم 55% اختیار ما پیش خودمان است و 45% را فرماندهانی که هر آن که نان دهد فرمان دهد شده دیگه. بسیار خوب، یک سوال تکراری میدانم که این سوال خوشتانم نمیاد جناب ارغندیوال، به دلیل که از لحاظ قانونی میخوام میگید خب برید مطالعه کنید ببینید کی است، اما بازم میخوایم بدانم که دل بعضی از دوستایی که تلویزیون را میبینن جمع شوه. رهبر حزب اسلامی کیست؟ در وزارت عدلیه افغانستان حزب به نام حزب اسلامی ثبت شده و این حزب دارای یک رئیس و شورا و شورای مرکزی می باشه که 17 سال قبل ای در افغانستان ثبت و راجستر شده و امروز در 28 ولایت افغانستان دفاتر داره. در نتیجه انتخاباتی که صورت گرفت با ما رای دادن و فعلا ما رئیس اعظمی حزب است. این حزبی که آقای حکمتیار رهبری ادعای رهبری او را دارد کدام حزب است؟ حزب اسلامی حکمتیار صاحب که ادعا دارن و حزب اسلامی است، ولی در افغانستان تا هنوز ثبت راجستر نیست. بسیار خوب، این نشان این من صحبت آقای محب یادم اومد، یک مصاحبه مناظره کابل داشت جناب ارغندیوال، گفت که ما در حال جنگ های سمبولیک هستیم، بر سر سمبول ها در دوحه می جنگیم. فرهناز فروتن گفت کدام سمبول ها؟ گفت مثلا بیرق کی سر میز باشه، بیرق کی نباشه، با کدام، به هر حال روی این سمبول ها بسیار زیاد مهم از در بحث ها می جنگیم. ما میخواییم بدانم که سمبول حزب هر دو حزب اسلامی در حال حاضر یک بیرق هست دیگه، درست هست؟ ببینین ما روی ارزش ها زیاد صحبت میکنیم که در حزب اسلامی هیچ چیز شخصی و مربوط به یک فرد نیست. کسایی که در این حزب قربانی دادن، زحمت کشیدن و امروز در کل افغانستان هم افرادش زندگی میکنه و همی سمبول و همی بیرق دارن و ما هم امور انتخاب کردیم. بسیار خوب، شما زمانی در مورد بلک لیست صحبت کرده بودید، لیست سیاه از سوی امریکایی ها و سازمان ملل تایید شده بود، صادر شده بود، اسامی در او قرار گرفته بود. شما خواستار حذف نام رهبران گروه طالبان از این لیست شده بودید آقای ارغندیوال؟ ما این تقاضا را نکردیم. مصاحبه ای در جای درد شده بود به همین نام از شما، خواستم بپرسم. بسیار خب جناب ارغندیوال، منتها من در این رابطه این نظر دارم که مردم افغانستان باید با هم بنشینن مشکل مملکت خودم معلق کنن. حالا کل شده دیگه، به هر حال امریکایی ها پیش از دولت افغانستان امریکایی ها امضا کردن با
داد طالبان و من امیدوار هستم که این پیام آور یک صلح باشه نه یک تنش دیگر. در دورانی که افغانستان ناامن بود و شما به عنوان یک چهره های فعال سیاسی حضور داشتید، مدت زمان طولانی را شما در بیرون از کشور سپری کردید جناب وزیر صاحب، مثل حضورتان در پاکستان و حضورتان در ایران، و اتفاقا حضورتان در پاکستان بحث برانگیز هم بوده. بزرگترین بحث حضورتان در پاکستان اخراج شما یا به نوعی خواستن حکومت پاکستان از اینکه شما از کشورشان خارج شوید. چرا؟ طبعا استخبارات کشورها دنبال منافع خود هستند و هر کسی را که ببینن که در مطابقت به منفعتهای از اونا عمل نمی کنه، او برشان غیر قابل تحمل میشه. و ما یکی از کسایی بودیم که با مردم افغانستان، با خواسته های ملت خود، با خاک خود، با اقوام خود، با اینا محبت و علاقه داشتیم، نه با کسی دیگه. و این باعث از این میشد که ما بر افغانستان زیاد بیندیشم، نه به کسی دیگه و نه در مطابقت با خواست دیگران عمل بکنم. و از خدا هم زیاد راضی هستم که از دو کشور اخراج شدیم که هم پاکستان و هم ایران بوده. پاکستانی ها برای ما 24 ساعت وقت داده بودن که در 24 ساعت خودم، فامیلم و اقارب نزدیک ما پاکستان ترک بگویم. شما در همین 24 ساعت خارج شدید؟ ما در 24 ساعت رفتیم، به ایران رفتیم. چرا به افغانستان نیامدید؟ در افغانستان اون وقت نظام طالبا حاکم بود، گرچه برای ما اما نفرهای عیسایی گفتن که شما از ترخم و یا از میرانشاه برین داخل خارج شوید. ما برشان گفتم چون ما دو وقت وزیر اقتصاد بودم، وزیر مالیه بودم که در کنفرانس بانک جهانی در واشنگتن بودم که تحولات شده بود، ما با مو پاسپورت ما آمده بودم، دارای ویزی سیاسی بودم. بر از اونا گفتم که ما ویزی سیاسی دارم در این کشورتان، شما حق از این ندارین که به ما بگوین که از کجا خارج شو. این را میتونین برای ما بگوین که از اینجا خارج شو. چرا هیچگاه به عنوان نامزد برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری تلاش نکردی جناب ارغندیوال؟ من مطالعه میکردم بیوگرافی تانه، هیچگاه برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری شما شخص اول نبودید، نامزد ریاست جمهوری نبودید. ما فقیر بودیم، غریب بودیم، نمیتونستیم. چرا؟ هزینه زیاد داره. از آقای حکمتیار کمک می‌خواستید؟ به هر حال آقای حکمتیار زیاد ثروتمند بودن که نامزد شدن. بسیار خوب. وزارت مالی سهامدار چند شرکت است جناب وزیر صاحب؟ منظورتان شرکت های دولتی است؟ بله 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 دولتی. دقیقا نمبرش نمیفهم که همون زیاد است. 54؟ 50 و چند است. 50 و چند شرکت است. بله. ضعیفترین شرکت و خوبترین شرکت کدام شرکت است؟ نامش بگیرید کل مردم افغانستان بشناسشون. معروفترین شباین از برق بگویم چون برشنا. نه معروف نه، خوب کار کنن. خب چون از برشنا نگویید که دل کل مردم افغانستان همینطور داغ از برشنا. این یکی از دوستان گفت نام دخترکم برشنا بود، امورم تبدیل کردم. حال سرعی ها صدایش میکنیم رفت آمد نکنیم. برشنا چون به روشنایی آور است، ما امیدوار هستیم که ای به ای کار موفق شود که بتانه که برای مردم افغانستان برق بیاره. و ما ایران میفهمیم که در رشد و انکشاف اقتصادی یک کشور انرژی و برق رول اساسی را بازی می‌کنه. پس ضعیف‌ترینش برشناست در حال حاضر. نه با توصیات تا امیدواری ها هست که برشنا خوب شد. ما امیدواری های در هم داریم و در آریانا هم داریم که امیدوار هستیم شرکت هوایی آریانا هم خوب شده. شرکت هوایی آریانا خوب شده، بله، حال به مفاد آمده. ولی تا هنوز هم مشکلات عدیدی وجود داره، خصوصا از نگاه تیارات و اینایش که ما در صدد از او هستیم که خدا بخواه که امکانات برشان پیدا کنیم که تا تیارای نوی داشته باشن که مجوز پرواز در هر میدان داشته باشن.
فعلا محدود است به دلیل فعلا محدود است در کشورهای اروپایی نمیتونن هوایی که وجود داره که البته سال اول حکومت آقای کرزی یادم است که آریانا پرواز مستقیم به اروپا هم داشت، کابل فرانکفورت پرواز داشت، نزدیک 6 ساعت میرفتن. بهترین شرکت آریانا در حال حاضر نام نمیگیرید خفه میشن. خوب است، مشکلات داره شرکت های دولتی ما، همش مشکلات داره و ما در صدد ازی هستیم که یک نوآوری ها در بخش شرکت های دولتی صورت بگیره تا این شرکت های دولتی به حیث شرکت های فعال در عرصه اقتصاد افغانستان حضور پیدا کنن و بتانیم که عواید خوبی را از این بخش به دست بریم، که همونطور که پیشتر شما گفتین که ما دیگه ضرورت به کسی دیگه نداشته باشیم. بسیار خوب. جناب ارغندیوال، برنامه ریزی های وزارت مالیه نشان میده که آیا افغانستان به زودی قرار است از لحاظ بودجه خودکفاشه، یعنی روی پای خود بیسته یا نه؟ ما انشالله تلاش عظمی خود در این راستا میکنیم در بخش ازی که بتانیم که منابع افغانستان کنترل کرده باشیم و یا منابع عایداتی افغانستان تنظیم کنیم و نگذاریم که امکانات افغانستان به هدر بره و یا به جیبای شخصی برود. در این راستا ما تلاش کردیم که در گمرکات افغانستان یک سیستم حاکم شود که این سیستم توانایی از این را داشته باشد که دیگه به شکل الکترونیک موضوع موصول اجناس صورت بگیره که رول افراد در او بسیار محدود باشه. بسیار خوب. جناب ارغندیوال، شخص نخست وزارت مالیه افغانستان، آیا این را میپذیرید که وزارت مالیه افغانستان سالهای سال میشه که از لحاظ مالی در فساد غرق است؟ بله، من این را میپذیرم که متاسفانه فساد در افغانستان خصوصا در بخش عایداتی فساد وجود داشته و هنوز هم وجود داره. ما تلاش عظمی خود همی که ما گفتیم که ما میخواییم که سیستم حاکم کنیم که دیگه وقتی موتر وارد افغانستان میشه تمام اجناس از او اسکن شوه و مستقیم با کامپیوتر ارتباط داشته باشه و او کامپیوتر محاسبه کنه و ارزیابی بکنه و بالاخره قیمت خود کامپیوتر بده که این موتر و این کانتینری که داخل افغانستان شده اینقدر پول باید تحویل بکنه، که در اینجا تا رئیس گمرک نتواند تا هیچ کدامش نتانه. ما در بخش ریاست های گمرک و اینا را هم همش به رقابت آزاد گذاشتیم که از طریق رقابت آزاد مردم مقرر شوه و ارزیابی هم میکنیم که تا 6 ماه را اگر همی کسی که در رقابت آزاد هم کامیاب شده این معنای از این نداره که کار از این دوامدار است که هرچی بخواه بررسی نمیشه. ما 6 ماه اول این ارزیابی میکنیم، اگر این که نتانست در 6 ماه با مو اهداف را که ما خواستیم که به او برسیم در او صورت در رابطه با او رئیس تجدید نظر میکنیم. بسیار خوب. یک کار تاریخی که شما انجام دادید گرفتن امتحان از کسانی بود که تقاضای وظیفه و کار در وزارت مالیه افغانستان را داشتند و این امتحان را بردید به پانتون کابل و طوری برگزار کردید که بحثی در شفافیت او دیگر وجود نداشت و یکی از کارهای متفاوت وزارتخانه‌های افغانستان بود. درست است؟ بله درست است. بسیار خوب. بیشترین عاید کدام گمرک افغانستان داره جناب وزیر؟ بیشترین عاید 3 گمرک افغانستان بیشتر عاید دارن که گمرک اسلام قلاس که اجناسی که از ایران وارد افغانستان میشه، گمرک شیرخان بندر است، چی بلخ است، حیرتان، بله، و جلال آباد تورخم. تورخم هست. پس این سر این سری ریاست گمرک دیگه خوب صحیح دواست جناب ارغندیوال. ما امیلی نور ریاست گمرک به اعلان دادیم 1600 نفر داوطلب است. او 1600 نفر به خاطر 9 ریاست گمرک؟ بله، ما 220 از کانکور کرده ای زیاد مهم بوده. ما 220 بست را که بست 5 و 6 وزارت بود به اعلان دادیم، 13000 نفر درخواست داده بودن برای 220 بست و بعد از اینکه ما او را شارت لیست کردیم و هم ظرفیت ها و اونا را مطالعه کردیم 7500 نفر امتحان دادن به خاطر همین 220 بست. در اون جمله 220 بست 101 بستش ما مشخص کرده بودیم با خانم ها.
پس این فاجعه است. نه منظور کار شما نیست جناب وزیر صاحب، کار شما بسیار خوب است و الگو باید باشه برای دیگر ارگان‌های حکومتی هم، اما فاجعه را نشان میده، میزان بیکاری را نشان میده. این وقتی که برای 200 بست 13,000 نفر میان و با تقاضای کار میکنن و بالاخره 7,000 نفر به امتحان میرن، این نشان دهنده یک فاجعه، یک فقر و بیکاری عجیب است. بسیار خوب جناب وزیر صاحب، فقط کوتاه من یک تشکری داشته باشم از حامیان مالی برنامه کاکتوس، از هپی انرژی درینک که یکی از حامیان اصلی برنامه کاکتوس هست و ما را همچنان با ما هست در این برنامه، و همچنین قطرات روغنیات احمدیار، دک همز، شفابخش انجین موترهای شما. وزیر صاحب موتر دارید، از این موبلاین استفاده کنید. بسیار خوب، ما یک بخش داریم به نام تنگفست که سوالات کوتاه میپرسیم. من امیدوار هستم سوالات کوتاه ما را فقط با یک کلمه پاسخ بدید و بدون اینکه بسیار زیاد فکر کنید در موردش، بسیار زود پاسخ بدید. اگر آماده باشید تنگفست را شروع میکنیم. جناب وزیر صاحب، شما با واژه خط دیورند، خط سرحدی افغانستان و پاکستان و یا سرحد شناخته شده بین المللی، با کدام نام موافق هستید؟ ما موافق نیستم با خط دیورند، به خاطر که من همونطوری که پاکستانی ها را در اونجا گفته بودم که من از پاکستان اخراج میکنیم، در یک چیز از خفه هستم که از سرزمین خودم بیرون میشم. حال هم من به این باور هستم که خط دیورند من ایسی یک خط است، نه سرحد. بسیار خوب، پس شما دقیقا با هیچ کدام از این سه موافق نیستید و در این حال عبدالوکیل خان وزیر خارجه افغانستان، وزیر خارجه دکتر نجیب هم دقیقا روی همین موضوع بحث داشت و حتی دکتر نجیب هم اگر اصلاحاتی در واژه ها آورد او قبول نکرد. امارت ملا برادر یا جمهوری آقای اشرف غنی، کدام را میپسندید؟ ما جمهوری را در افغانستان میپسندیم. بسیار خوب، ایران یا پاکستان، کدام را دوست واقعی افغانستان میدانید؟ بسیار سوالی مشکل است. دوست واقعی اخراجایتان را نادیده بگیرید. دوست واقعی را من بسیار با مشکل میتارم که در بین از اینا تشخیص کنم. بیشتر عرض کردم که تا زمانی که ما با اینا سیال نشویم، از نگاه امکانات با اینا برابر نشویم، اینا ما را منعیس یک ابزار استفاده میکنه. آیا حکومت موقت در راه است؟ نه. آیا حاضر هستید با آقای حکمتیار آشتی کنید؟ چرا نه. در انتخابات آمریکا هوادار چه کسی بودید؟ ترامپ یا بایدن؟ من خودم شخصا طرفدار هیچ کدام نبودم. دارایی شخصیتان را ثبت کردید؟ بله. میلیونر هستید؟ نه بابا. به چقدر رسید؟ ما دارایی ما به 180,000 دلار. 180,000 دلار. و او هم از طریق همون خانه پدری ما را کرا داده بودم، همون کرای از او را جمع کردم. از کدام ولایت افغانستان خوشتان می آید؟ از همه افغانستان، عاشق مملکت خود است. بهترین دوست افغانستان کدام کشور هست جناب ارغندیوال؟ نام ایران و پاکستان را نگرفتیم، این بار خودتان انتخاب کنید. بالا کشورهای مختلف از در اطراف ما، همسایه های ما، همه کشورهای آسیای میانه روابط بسیار احسنه و نیک داره با ما، از آذربایجان گرفته تا ترکمنستان. نام کشورهایی رو میگیرید که کمترین تأثیر سیاسی رو داشته. امریکا رو. خب ما امریکا رو میخواییم که بگید. نه من نمیخواییم بگید. من میگم به عنوان وزیر مالی مصاحبه تانا ترامپ یا بایدن کدام تاش نشنه و بودجه رو قطع نکنه. ببینید ما با جهان میخواییم روابط خوب و حسن داشته باشیم، که امریکا هم یک ابرقدرت است و دارای یک قدرت بزرگ است. ما همونطور که با امریکا میخواییم روابط حسن و نیک داشته باشیم، با کشورهای اروپایی و با چین و حتی با روسیه فعلی هم میخواییم که روابط خوب و حسن داشته باشیم. منعیسی یک کشور در این منطقه باید که با همه جهان روابط سالم و درست داشته باشیم. تشکر از که یک کلمه فقط پاسخ دادید. حتی با ایران و پاکستان چون همسایه های ماست میخواییم که روابط خوب داشته باشیم. تشکر. جناب وزیر صاحب، افغانستان چند کیلومتر تا صلح فاصله دارد؟
این بستگی داره به فشارهایی که دیگرها وارد کرده میتانن. اگر این فشار زیاد باشه مسافه کم میشه، و اگر فشار با اهداف دیگه همراه باشه که جنگ اینجا تداوم پیدا کنه، در اون صورت باز فاصله طولانی است. بسیار خوب. با چند زبان آشنایی دارید؟ زبانهای خود ما فارسی و پشتو و انگلیسی و کم بیش اردو و عربی. بله، من دقیقا 5 زبان شنیده بودم: اردو، عربی، انگلیسی، فارسی، پشتو. موسیقی گوش میکنید؟ ندرتا. چه نوع موسیقی هایی؟ جالب شد برای من جناب ارغندی. والا راست شب بگویم اول به می فرصت پیدا نمی کنم که گوش کنید. که گوش کنید. اگر فرصت پیدا کنید گوش کنید. ما او روز یک درم. اتو نیست که هرچی پیش آمد خوش آمد. اتو خو نیست. یعنی مشخص یک سلیقه دارید که این موسیقی سراهنگ ناشناس. احمد خواندنایی که در اون مفاهیم عمیق و نهفته باشه. ما او روز اما جاوید آمرخیل یک نعت خان در اونجا ماشیشته بودیم، بسیار خوش با آمد. بسیار عالی. فیلم میبینید؟ گاگایی بله. فیلم های هالیوود دیگه معمولا، بالیوود معمولا نمیدونم. ولی حالی خود دیگه هالیوود نمیبینیم، همین ترکی رو دمی تلویزیون. حالا هن شما رو برا کردیم. بسیار خوب. در میان وزارت ها و ولایت ها، کدام ولایت بیشترین بودجه رو میگیره؟ کابل حتماً. حتماً کابل است. بسیار خوب. چرا هر وزیر مالیه که می آید به عنوان آخرین پرسش تغییرات را از رئیس های گمرکات شروع می کنه؟ ما تغییرات از پایین شروع کردیم. خب خب. شما استثناء بودید. از بست 6 و 5 شروع کردیم و رساندیمش با رئیس ها. و انشاءالله که 13 بست دیگه را هم به تدریج اعلان می کنه. بسیار خوب. وکیل صاحب ها پشتان می آیند این روزا؟ بله، وکیل صاحب ها همیش با ما در ارتباط. هر چهارشنبه میان سپدی دارن؟ هر یکشنبه. یکشنبه. بسیار خوب. میشه که هر روز میان. بسیار خوب. بسیار خوب. تشکر جناب عزیز. من فقط 3-4-5 قطعه عکس از در پایان براتون نشان میتونم. نظر شخصیتان را در مورد شخصیتشان بیان کنید و خلاص. من دیگه هیچ کدام نظر خاص دیگه در مورد هیچ کدام فردی ندارم. شروع میکنیم از نخستین عکس برای شما جناب عزیز صاحب. عکس جناب استاد سیاف یک عالم دین، یک مجاهد، یک شخصیت برگزیده افغانستان است. دومین عکس که عکس میتونست خوشایندی باشه اما حالا نیست. پانتون کابل با این علاقه دارم و عشق دارم به پانتون کابل، چون در اونجا ما تدریس شدیم. اما در این روزها به خون غلطیده. یقینا. تصویر بعدی از کسی که میشد با شما در یک کابینه باشه اما حالا نیست با شما در یک کابینه. صلاح الدین خان، پسر ارشد استاد شهید، یکی از شخصیت های برازنده افغانستان. و تصویر بعدی که من مطمئن هستم که نظرتون در موردش مثبت است، یعنی باید مثبت هم باشه. این چهره آغوش رو باز کرده. دکتر سیف اشرف خانی، رئیس جمهور افغانستان، و طبعا وقتی رئیس جمهور است ما در کابینه نشستیم، مورد تایید ماست. بسیار خوب. و شخص دیگری که به عنوان آخرین عکس برایتان به نمایش خواهم گذاشت، تصویری است از مرد سایه های این روزهای دوحه که میآید و میرود. این شخص آقای خلیلزاد. آقای خلیلزاد سفیر امریکا در رابطه با صلح افغانستان و یک امریکایی افغانی ولا اصل است. این اصلش، این اصل تاکید کردید جناب؟ اصل به خاطر تاکید کردم که اصل خدا نباید فراموش کنیم. نظرتان در مورد اینها چیست؟ ما از همه خاطر میگم که انشالله فراموش نکرده اصل خدا. افغانی اصل است. بسیار عالی. تشکر جناب وزیر صاحب. گفتگوی مفصلی با شما داشتیم در مورد زندگی شخصیتان، تحصیلیتان، فعالیت‌های حزبی و سیاسیتان
و حالایی که عضو کابینه آقای محمد اشرف غنی هستید. امیدوار هستم که از گفتگو لذت برده باشید. بیننده های عزیز هم تشکر. یکی از گفتگوهای بیادماندنی بود. تشکر از شما. تشکر جناب عزیزه. بخیر باشید. لطف کردید. حامیان این برنامه energydream.com یار قدیم افغانستان. سلام دوستای عزیز، اگر میخواهید که از آخرین ویدیوها و عکس‌های کاکتوس لذت ببرید پس سابسکرایب کنید، و در عین حال اگر میخواهید برنامه‌های گذشته کاکتوس را تماشا کنید اینجا را کلیک کنید و برنامه‌های گذشته کاکتوس را مشاهده کنید، و همچنان فراموش نکنید که پیام‌هایتان را در کامنت با ما شریک کنید. کاکتوس.